خب اولین چیزی که تو سازمانتون باید مانیتور بکنید اینترنت کانکتیویتی تست. اولین چیزه. سرویس از مخابرات گرفتید، مخابرات مدعی سرویس ما عالی، آپ تایم 100%، ولی شما یک مدرک مستند قابل ارائه ندارید. خب پس اولین چیزی که هست ما باید بتونیم یک مستندی که چه من حضور داشته باشم تو سازمانم، من که نمیتونم دارم بزنم پینگ دشتیه نمیدونم فلان دشت ال با سایز 100 دشت ان نمیدونم 1000 تا نمیدونم چه چیز بذارم، ولی باید توی این NMS خودم پیاده سازیش بکنم. خب چه جوری چیز میکنم؟ حداقل دو تا از این آیتمایی که من به شما نشون دادم رو بایستی روی NMSتون درج بکنید. من توی NMSم پرایمری DNS گوگل 4-8 و به عنوان مثالی اینم سکندریش رو پیشنهاد من این هست و این DNS گوگل هست، این پرایمریش هست، اینم سکندریش. خب و اینکه یکی از DNS های زیرساخت رو حتما داشته باشید، یا 217 218 127 127 یا 218 218 217 218 155 155. خب حالا میخوایم ببینیم که چجوری ما میتونیم در واقع توی نرم افزار PRTG این رو پیاده سازی بکنیم. خب آخه کدوم سرور نیست؟ یعنی من گوشت رو بذارم آی پی رو به سرور رو بذاریم یا کدوم سرور؟ مثلا یه سرور نیست که دیگه مانم میکنم من توی کلاین نمیشه کنم من نیشتم تو مورده دیگه نمیشه. خب ببین آقای مهندس به عنوان مثال علامتون میگم، اونو الان توضیح میدم، یه لحظه با من باشین، یه لحظه با من باشین، این نکته مهمیه. الان نصب شد، این اومده بالا، اگر بستیمش چی؟ خب اگر بستیمش چی؟ کافیه من یک بار اگر روی همون سیستمی، حالا میخواد سرور هست، ویندوز سرور هم باشه، هر چیزی روی همون چیزه بخوام بیارمش بالا، بروزرم رو ران میکنم، کافیه آی پی لوپ بک 127.201 رو بزنم و میاد 127.201 رو بزنم و این میاد. اما اگر روی یه سیستم دیگه ای باشم، بله آی پی ویندوز سرورم رو یا آی پی اون سیستم رو که بزنم رو بروزرم، این باید بیاد. اوکی؟ خب یوزرنیم و پسورد پیشورز رو قبول دارم، پی آر تی جی ادمین و میزنم لاگین. خب برابر، خب چون یه سری چیزا هست، یه سری نوتیفیکیشن های بیشتری هم میدهد، بذار ببینم اسکرول بکنم به سمت پایین. به عنوان مثال وضعیت لایسنس استاتوس رو به من میگه، میگه 11 دی گذشته از آخرین زمان، از زمانی که شما نصبش کردید. و مثلا من الان میتونم در حال حاضر این میزان سنسور رو اویلیبل هست که اضافه بکنم به داشبورد خودم. خب تو قدم اول دیگه شما انجام ندین، فعلا میرم توی دیوایسز و یک همچون چیزی رو میبینم. خب یه همچون چیزی رو میبینم. آیمان است نگاه کن، انجام نده. خب میشه پشت سیستم آیمان است یه لحظه. مرسی. بیاید روی لوکال پراپ کلیک راست بکنید و یک در واقع اد گروپ رو بزنید. خب یه اسمی رو براش میذارم، مثلا میذارم آپا کلاس.
آپا پی آر تی جی کلاس، آپا فاصله پی آر تی جی فاصله کلاس. بله میزنم کانتینیو و اگر دقت بکنید اینجا یک آیتمی اضافه شد. ببینید آپا پی آر تی جی کلاس. حالا اولین کاری که میخوام انجام بدم تست کانکتیویتی من به اینترنته. روی آپا پی آر تی جی کلاس کلیک راست میکنم، میذارم اد گروپ، بله اسمشو میذارم مثلا اینترنت کانکتیویتی یا اینترنت کانکشن، اینترنت کانکتیویتی، کانکتیویتی، بله. خب قرارمون چی بود؟ قرارمون این بود که یکی یا دو تا از این در واقع DNS ها رو من اضافه کنم توی NMS هم. پیشنهاد من این بود که پرایمری DNS گوگل یعنی 4 تا 8 و پرایمری DNS زیر ساخت 217 218 127 127 در واقع اضافه بکنه. پس برمیگردم اینجا، میخوام دو تا از اون DNS ها رو اضافه بکنم. تو قدم اول پرایمری DNS گوگل رو اضافه میکنم. بذارید اد دیوایس. خب یه نامی رو براش انتخاب میکنم، بزنید پرایمری گوگل دی ان اس، گوگل دی ان اس. این نامیه که حالا شما اسمش رو هر چیزی میخواید، مثلا شما میخواید نامش رو بزنید مثلا تست اینترنت، هر چیزی که دوست دارید. خب ورژن من آی پی ورژن 4 هست، قبوله. و اینجا باید آی پی ما بدم مثلا 4 تا 8 8.8.8 بله 4 تا 8. و اینجا میتونید هر آیکونی که دوست داشتین بذارید. میگم آقا اما آیکون دیفالتش اوکیه، بیاین پای میرم چیز خاصی دیگه ای داره یا نداره، که نداره. بله میذارم کانتینیو. خب بعد روی این کلیک روی این اینترنت کانکشن کلیک بکنید و بزنید اد دیوایس. حالا این دفعه بنویسید پرایمری نه تی آی سی دی ان اس، یه وای رو فقط جا انداخته. پرایمری بله پرایمری تی آی سی دی ان اس. میگم ورژن آی پی من ورژن 4 هست، آی پی من هم 217 218 127 127 هست. بله آیکونش قبوله، بزنید کانتینیو. خب الان من اینا رو اضافه کردم ولی هنوز پرابی یا سنسوری روش اساین نکردم. خب تو قدم اول پرایمری دی ان اس میذارم اد سنسورز. خب چی رو میخوام چک بکنم؟ اویلیبیلیتی. و اویلیبیلیتی با چی چک میکنم؟ نیا کنید، میگه میخوای چی رو مانیتور بکنی؟ اویلیبیلیتی آپ تایم تو، پهنای باند تو، اسپید پرفورمنس تو، سی پی یوزج مو. میگم من میخوام پینگ بکنم. خیلی خوب بیاین پایین، بیاین پایین و پرابی که به من پیشنهاد میده اینه، سنسور پینگ. روی این کلیک میکنم و میزنم اد دیس. یه بک بزن مهندس چون بیا رو دیوایس. خب ببین چی شد، من اومدم روی پرایمری دی ان اس، جلوش یه اد سنسور داره، میزنم اد سنسورز. میخوام پینگ بکنم 4 تا 8 رو دیگه، پس پینگ رو انتخاب میکنم. بیاید پایین، سنسور این رو به من پیشنهاد میکنه. میگم خوب همین، میزنم ادیس. چی میگه؟ میگه اسمش پینگ، ایناش اینه. و چه اتفاق میفته؟ میگه من با این پارامترها، یادتونه میگفتیم داش ان داش ال داش فل داش نمیدونم فلان، میگه من بسته های 32 بایتیه پینگ رو با تایمات 5 ثانیه 5 ثانیه با تعداد 5 تا 5 تا ارسال میکنم. میگم آقا اوکی همین، بله. میگم آقا اوکی اوکی و نکست. خب یه مدت این علامت تعجب خاکستری به محض اینکه این سبز شد یعنی داره شروع میکنه به کنتور انداختن. خب میبینید اگه دقت بکنید این در واقع آیکونه به شکل تیک سبز رنگ شد. یعنی چی؟ یعنی الان شروع کرده پراپه به سنس کردن وضعیت DNS گوگل من.
روش کلیک بکنم و برم. فهمید چیکار کردم؟ روش ببینید من رسیدم به اینجا. خب توی همچین حالتی هم اگر روش کلیک بکنم میاد در واقع در تایم اینتروال های مختلف به من وضعیت میده. مثلا میگه میخوای گراف دو روزه، سی روزه، یک ساله و هر تایمی که خودت مد نظرت هست، هیستوریکال دیتا بده. میگم نه، من مثلا الان لایو دیتا مو میخوام. ببین دقیقا داره گراف رو در لحظه به من نشون میده. اسکرول کن بیا پای مهندس. خب حالا اینجا داشته باشین یه لحظه با من باشین، این خیلی مهمه. یه لحظه با من باشین. فرض کنید من رفتم توی هیستوریکال دیتا، گفتم مثلا روز شنبه فاصله، چون این دیگه داره کنتور میندازه، خب هی داره این دیتای بزرگ و بزرگ بزرگتر میشه. کاربر شما میگه آقا روز شنبه تو بازه فلان اینترنت قطع شد. من میرم توی اون هیستوریکال دیتا تایم اینتروالمو میذارم شنبه تو اون بازه زمانی، میام این تیک دان تایم رو نشون در واقع میزنم، اون جاهایی که برای من سرویس دان بوده رو نشون میده. اگه بخوام پینگ تایم رو ببینم این رو میزنم، مینیمم حداقلش رو نگاه کنم همینطور، ماکسیممش رو ببینم همینطور، اگه تو شبکه پکت لاس داشته باشم همینطور. پس چه نکته ای؟ سنسور، دقت بکنید، سنسور پینگ پی آر تی جی، یک دان تایم، دو پینگ تایم، سه مینیممش، ماکسیممش و پکت لاس رو داره به من میده. دقت کردین؟ خب برو رو دیوایس های مهندس، برو رو پرایمری تی آی سی دی ان اس. اینا هم آوردی دیگه، شما انجامش دادید. آره بسیار عالی. خب من فقط اینو نگاه کنم لایو دیتا هم رو انجام بدم. آره شما هم اون چیزی بکنید، سنسور رو اضافه بکنید. بله 1.437 میلی سکند. مرسی مهندس جان، ممنونم.